آیا ایران به طالبان پول داده بود تا به نیروهای آمریکایی ائتلاف حمله کنند؟ به گفته نهادهای اطلاعاتی آمریکا این چنین بوده و چقدر محتمل است که کشتن قاسم سلیمانی انتقام واشنگتن از تهران بوده باشد؟ یک مقام ارشد پلیس ایران میگوید معیشت و کرونا باعث شده تا فراخوان‌ها برای تجمعات به گفته او غیر قانونی سه برابر شود. اعتراضاتی که صدها کشته داد، اما مشاور حسن روحانی گفته رئیس جمهوری مظلوم واقع شد. آب‌های مدیترانه صحنه رویارویی دو همسایه، این بار نه آنچه روی زمین است بلکه برای آنچه زیر آب هاست. برخورد کشتی‌های یونان و ترکیه در تلاطم تضاد منافع و نمادهای از اعتراض‌های مردم ایران بر کاشی‌کاری‌های محله‌های گوتنبرگ سوئد. دوشنبه است در امروز. سلام. آمریکا میگوید ایران به شبه نظامیان افغانستان پول داده بود تا نیروهای ائتلاف را هدف بگیرند. نهادهای اطلاعاتی توانستند رد پای پولهای ایران را به 6 حمله در سال گذشته پیدا کنند. این گزارش از کشوری نام نبرده، اما به CNN گفته شده که آن کشور ایران بوده. واشنگتن تصمیم گرفته بود در قبال این اطلاعات سکوت کند تا گفتگوهای صلح با طالبان به خطر نیفتد. اما به نظر نه سکوت کامل، چون اینطور که بعضی منابع گفتند کاخ سفید کمک‌های تهران به طالبان را یکی از دلایل کشتن قاسم سلیمانی فرمانده وقت سپاه قدس عنوان کرده. جزئیات بیشتر در گزارش یوسف عباس زاده. نبرد سربازان آمریکایی و نیروهای طالبان در افغانستان سخت و پیچیده بود. جنگی که بر اساس ارزیابی آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا در بخشی از آن رد پای ایران هم دیده می‌شود. شبکه خبری CNN آمریکا با اشاره به گزارش محرمانه آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گوید ایران دست کم برای 6 حمله مسلحانه به پایگاه‌های نیروهای خارجی در افغانستان به گروه طالبان پول پرداخته است. یکی از این اهداف اینجا در بگرام بزرگترین پایگاه آمریکا در افغانستان بوده که در جریان حمله طالبان به آن 70 نفر از جمله 4 سرباز آمریکایی زخمی شدند. یک ماه بعد از این حمله آمریکا قاسم سلیمانی را در بغداد کشت. CNN میگوید مقام‌های آمریکایی در بحث بر سر کشتن قاسم سلیمانی به روابط ایران و طالبان هم اشاره کرده بودند. با وجود ادعای مکرر آمریکا در خصوص کمک نظامی ایران به طالبان، مقام‌های تهران تنها به روابط سیاسی خود با طالبان اذعان کرده اند. هیئتی از طالبان در تهران بود. مذاکرات مفصلی رو با معاون سیاسی وزارت امور خارجه داشتند. اما رسانه‌های غربی میگویند روابط عمیق‌تر از این است. صحبت از وجود دست کم 2 دفتر طالبان در ایران است. یکی در مشهد با نام شورای مشهد طالبان. شورای مشهد چیزی هست که ممکنه طالبان برای خودش درست کرده باشه، ولی از نظر ما موضوعیت نداره. و همینطور اخباری تایید نشده از وجود 1 دفتر طالبان در یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان، جایی که ملا محمد اختر منصور رهبر پیشین طالبان در خرداد 95 از آنجا به پاکستان رفت و در حمله پهپادهای آمریکایی کشته شد. آن زمان برخی از رسانه‌ها اعلام کردند اطلاعات روی گذرنامه اختر منصور نشان داده او قبل از مرگش به مدت 2 ماه در ایران بوده. این گذرنامه نشان میده ما پیگیری کردیم. ظاهرا ایشون بدون اطلاع مقامات ما یک سفری داشتن و از ایران عبور کردن. 3 سال پیش جنرال شریف یفتلی رئیس دفتر ارتش افغانستان گفت ایران به طالبان تجهیزات نظامی می‌دهد. هفته پیش هم مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفت ایران هنوز در حال ارسال اسلحه به گروه طالبان است. ادعایی که از سوی سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران رد شد.
بحث بر سر کمک ایران به طالبان در حالی است که روند صلح در افغانستان پیشرفت هایی داشته، موضوعی که هم برای دولت افغانستان و هم آمریکا چنان حیاتی است که ممکن است تلاش مخرب کشورهای همجوار مانند ایران واکنش‌های تندی را برانگیزد. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال. محمد حیدری، استاد روابط بین‌الملل از کابل با ماست. آقای حیدری، چقدر تعجب کردید شما وقتی این خبر را شنیدید که ایران احتمالاً پول داده به طالبان و شبکه حقانی که سربازان ائتلاف را بکشند؟ سلام، سلامت باشین، تشکر از شما. من فکر میکنم که حداقل برای ما که در افغانستان زندگی میکنیم و اوضاع جنگ و صلح افغانستان را از نزدیک دنبال میکنیم هیچ جای تعجب نیست، چون جنگ افغانستان نه صلح افغانستان در اختیار مردم افغانستان هست و نه جنگ افغانستان در اختیار مردم افغانستان هست. کشورهای همسایه مداخله میکنه، از جمله ایران با طالبان روابطی دیری نداشته و روابط داره، هرچند در اظهارات رسمی خود طالب ایران هیچگاه اعتراف نکردن که همکارهای نزدیک نظامی با طالبان داشته، ولی حکومت افغانستان اسناد و مدارکی را در اختیار خودش داشتن که ایران روابط داشتن با طالبان. البته ملاحظه حکومت افغانستان به خاطر رو نکردن این مسئله به این دلیل بود که چون ما از یک طرف با همسایه جنوبی خود پاکستان دچار مشکل هستیم و عملا پاکستان در امورات امنیتی افغانستان مداخله میکنه، یک جنجال دیگر در همسایه غربی نباید برای افغانستان ایجاد شود. ولی بله، طالبان معاون سیاسی وزارت خارجه ایران هم رد نکردن که با طالبان در ارتباط هست، اما در قبال گزارش من فکر میکنم که حتی برای آمریکایی‌ها هم نباید جای تعجب باشه که ایران با طالبان در ارتباط هست. من فکر میکنم که ایران همون رقم که در عراق، همون رقم که در سوریه با آمریکا رویارویی میکنه امکانش هست و احتمالش هست. البته من فکر میکنم که این تنش‌ها بیشتر از بعد از مرگ قاسم سلیمانی به اوج خودش رسیده. البته نباید فراموش کنیم که آقای قاآنی هم متخصص افغانستان و پاکستان هست و با جغرافی های افغانستان و پاکستان آشنایی کامل داره و او هم میتونه حملات را، میتونه اهداف را در افغانستان توسط گروه های نفوذی که داره سازماندهی بکنه. متوقع حیدری، اصولا آمریکا همیشه به دنبال این بوده که در واقع سطح تنش رو با تهران بالا نگه داره، به خصوص در دوران آقای ترامپ به خاطر حالا منافع سیاسی، به خاطر هر دلیلی یا در افکار عمومی آمریکا. چرا فکر می‌کنید که در این خصوص اگر واقعا ایران پول داده بوده آمریکا تصمیم گرفته بود سکوت کنه؟ خب آمریکایی‌ها در حال خارج شدن از افغانستان هست. جنگ افغانستان برای ایالات متحده آمریکا یک جنگ سودآور و یک جنگی نبوده که هم نه به لحاظ نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان برگ برنده در اختیارش است و نه به لحاظ سیاسی به ایالات متحده آمریکا توانستن که دستاوردهای سیاسی آنچنانی را در قبال به جنگ افغانستان از آن خودش کرده باشه. اهداف اولیه‌ای را که ایالات متحده آمریکا برای حضور در افغانستان به خودش تعریف کرده بود به او اهداف نرسیده. امروز هم حداقل در افغانستان نگاه پارادایمیک به بحث صلح هستن که ایالات متحده آمریکا با طالبان وارد یک معامله شدن و در نهایت در حالی که قبلا اظهارات مقامات آمریکایی چنین نبوده که جنگ افغانستان برنده نظامی نداره، ولی اظهارات اخیر به تأکید نشان دادن که ایالات متحده آمریکا گفتن که جنگ افغانستان برنده نظامی نداره و تلها در افغانستان نیست که گویا طالبان، ایالات متحده آمریکا در برابر طالبان شکست خورده. اما رقم که آقای استانگزای هم عرض کردن در روزی که امضای تفاهم نامه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر صورت گرفتن، به دلیل فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا میخواهد از افغانستان بیرون شود و به یک نحو بحث جنگ افغانستان را به پایان برسانه و صلح را به نتیجه برسانه، چون صلح باز بدون همکاری کشورهای منطقه از جمله ایران ممکن نیست. ایران تاثیرات خود را بالای طالبان داره، ایران با مسکو در قبال همکاری با طالبان متحد هست، روابط مستقیم هم با طالبان داره. روی
فکر میکنم که همین دلایل باعث شدن که ایالات متحده آمریکا خیلی مسئله رو برجسته نکنه، تا این فکر کنم که قضیه به جای رسیده که باید بازور اعلام بکنه. دسامبر 2019 به پایگاه نظامی بگرام حمله شد و الان در این گزارش اومده که آمریکایی در اون موقع گفتن که این حملات نظامی خیلی پیچیده ای بوده، نمیتونسته کار هر کسی باشه. یک ماه بعدش در عراق فرمانده وقت سپاه قدس آقای سلیمانی اونجا کشته میشه. آیا الان شما با توجه به این آنچه که در این گزارش میخونید دلیل قانع کننده این میبینید که ممکنه اون قتل در انتقام یا بخشی از انتقام جویی آمریکا از تهران بوده باشه به خاطر پایگاه بگرام؟ نه، حداقل ما این مسئله را ارتباط با بحث این که ایالات ایران در مسائل مربوط به افغانستان مخصوصا در مسائل امنیتیش مداخله کرده و از اون به او خاطر قاسم سلیمانی کشته شدن را خیلی چه نمیدارم. قاسم سلیمانی یک از اهداف مشروع و در عین زمان دراز مدت ایالات متحده آمریکا بودن. ما صحبت‌های را از آقای پتریوس شنیدیم، مقالات را در زمانی که قاسم سلیمانی مورد هدف قرار گرفت. من فکر میکنم که دردسرهایی را که آقای سلیمانی برای ایالات متحده آمریکا در عراق، در سوریه و در طبیعتاً در افغانستان هم یک بخشش میتونه باشه که ایران در این اواخر تحرکاتش نسبت به مسائل افغانستان بیشتر شدن، گرچن با تحقیقاتی که انجام شده قبلاً روابطی حتی در زمانی که تازه ایالات متحده آمریکا به افغانستان حمله کردن، ایران با ایالات متحده آمریکا همکاری کردن در هرات، با همدیگر حتی همکاری نظامی داشتن. بعد های روابط تیره شد تا اینکه اگر ما به تاریخ گذشتهش برگردیم که آقای بوش ایران را محور شرارت به عنوان محور شرارت مخاطب قرار داد، بعد از اون روابط دوباره بر روابط ایران و ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان دوباره تیره شد. یک بخشی از این میتونه باشه، چون در اواخر دوباره ایران با همدستی مسکو، البته به تنهایی، من فکر میکنم که تهران این جسارت نداره، هرچند جنگ عراق و سوریه و تقابل رویارویی تهران در برابر واشنگتن باعث شدن که جسارت بیشتری برای تهران داده شود تا در برای آمریکا در منطقه خلق چالش بکنه و چالش ایجاد بکنه. یکی از دلایل ها ممکنی میتونه باشه، ولی دلایلی این که بگم که مطلقاً میتونه یکی از دلایل کشته شدن قاسم سلیمانی باشه فکر میکنم درست نیست. اگر این رو بپذیریم که پول داده شده بود از طرف تهران به شبکه حقانی و طالبان برای کشتن نیروهای ائتلاف، در این حملاتی که بهش اشاره شده افغان‌ها هم جانشون رو از دست دادن و زخمی شدند، فکر می‌کنید که دانش از این اطلاعات الان تأثیری ممکنه بذاره در رابطه تهران و کابل، یا اینکه نه به فراموشی سپرده میشه به خاطر مسائل سیاسی؟ خب ایران مداخلات داشته. من فکر میکنم که همایش فاطمیونی که در ایران برگزار شد هم باید تأثیر داشته باشه، ولی متاسفانه در افغانستان ما هم در حوزه سیاسی و هم در حداقل در بخش سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی افغانستان اگر نگوییم کاملا تعطیل هست، ولی مشکلات خاص خودش داره، نمیتونه مسائلی مثل این موارد را درست پیگیری بکنه. ما ضعف نظامی داریم، ضعف سیاسی داریم، دستگاه دیپلماسی افغانستان متاسفانه از مشکلات بسیار جدی رنج میبره، و الا آنچه که به تهران انجام میده مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان هست، در حالی که موضع رسمی تهران همیشه ای بوده که از حکومت از جمهوری اسلامی در افغانستان حمایت میکنه، ولی روابط به پیدا و پنهان را با دشمنان مردم افغانستان و مخصوصا با طالبان داشته، که البته یه هم دلایلی داره. من فکر میکنم که به چند دلیل تهران این کار را انجام میده. یکیش بحث ناامن نگه داشتن و اینکه بتونه بندهای آب را در افغانستان نتونن که حکومت افغانستان بخوان احداث بکنه، یک بحث است. بحث دیگه هم ایستن که تهران میخواهه که، البته همه کشورها نگران است، از جمله تهران، که ممکن است طالبان در آینده بر سر اقتدار بیایه و بتونن حکومت را در افغانستان بگیره، که زمزمه های حکومت موقت فعلا در افغانستان هم بحثش مطرح است. و بحث سوم هم ایجاد چالش برای ایالات متحده آمریکاست، که طبیعتاً در هر جایی که ایران بتانه این کار را میکنه و اگر از طریق طالبان این هدف به دست بیاید قطعاً این کار را میکنه. متشکرم از شما محمد حیدری در کابل.
فرمانده پلیس خراسان رضوی میگوید فراخوان‌ها برای اعتراض‌های ضد حکومتی سه برابر شده. او نارضایتی اقتصادی و شیوع کرونا را از دلایل آن دانسته. به گفته محمد کاظم تقوی، مخالفان نظام به دنبال تابستانی داغ بودند، پلیس تلاش دارد آن را به پاییزی سرد بکشاند. گرچه پاییز پارسال هم گرمایی مرگبار داشت، صدها معترض کشته شدند. عجیب آنجاست که مشاور حسن روحانی حالا میگوید رئیس جمهوری آن وقت مظلوم واقع شد. مجتبی پور محسن گزارش میده. اعتراف به بی اثر بودن سرکوب اعتراض ها. فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی گفته فراخوان های اعتراضی در این استان سه برابر شده، در استانی که حکومت حضور پررنگی در آن دارد. محمد کاظم تقوی دلیل افزایش فراخوان‌ها را تنگناهای اقتصادی و بیماری کرونا خوانده. این در حالی است که در ماه‌های اخیر حکومت با صدور احکام سنگین و حتی اجرای حکم اعدام یکی از معترضین سعی کرده عرصه را بر منتقدین تنگ کند تا شاید اعتراض‌های اجتماعی را مهار و یا به تعویق بیندازد. پس از اجرای احکام سنگین نویسندگان نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی برای استعفا، حالا مهراب خندان، دختر 20 ساله نسرین ستوده، وکیل زندانی را بازداشت کردند تا شاید مادرش را تحت فشار قرار دهند که دست از اعتصاب غذا بردارد. در این میان دولت مردان جمهوری اسلامی روی زخمی نمک می پاشند که هنوز تازه است. حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در مصاحبه ای تازه درباره اعتراضهای آبان ماه گفته آنکه سرکوب شده رئیس جمهور بوده و نه مردم، همان کسی که یک شبه دستور گران شدن سه برابری بنزین را داد و بعد گفت خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده. برای اینکه رئیس جمهوری که هرگز حاضر نشد در برابر آمار کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه حرف بزند و مسئولیت بپذیرد و واکنشش به آمار کشته ها این خنده ها بود. عددهای عجیب غریبی رو اعلام کردن. البته یه عددی رو اول اعلام کردن، بعد بهشون چیزی گفته نشد، همجوری یه بردن بالا هر روزانه. آشنا که به دلیل سالها کار در وزارت اطلاعات او را مهره امنیتی میشناسند، میگوید نیروی انتظامی به هیچ وجه در آبان ماه مسلح نبوده و شلیک نکرده. آشنا میگوید روحانی پس از اعتراض‌های دیماه 96 دیگر آن آدم سابق نیست، چرا که نگران کلیت نظام شده. در حالی که به نظر می‌رسد صادرکنندگان دستور سرکوب آبان ماه علاقی ندارند مسئولیت بپذیرند، اعتراف به افزایش نارضایتی‌ها و ترس از به خیابان آمدن دوباره مردم جمهوری اسلامی را نگران کرده. نگران عصیان مردمی که در مقابل مشکلات به زحمت روزگار می‌گذرانند. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال. مسعود مایدی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی خط سوم از تهران با ماست. آقای مایدی، به نظر شما آقای آشنا چه تصویری از رئیس جمهوری می‌خواد ترسیم کنه؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب سلطانپور و بینندگان عزیزتون در تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید اون روزی که آقای روحانی اون خنده رو کرد، حداقل برای من حجت تمام بود تا عذرخواهی بکنم از کسانی که دعوتشون کرده بودم به سهم خودم برن با آقای روحانی رأی بدن. آقای آشنا هم امروز به اعتقاد من داره به نوعی این وسط میخواد مظلوم نمایی بکنه، بلکه بتونه برای آینده آقای روحانی یک کردیتی بگیره، که اعتقاد من آقای روحانی در دو اتفاق و جنبش دیماه 96 و آبان 98 تمام شد برای اون کسانی که بهش رأی داده بودن. صحبت‌های امروز فرمانده نیروی انتظامی در خراسان هم گویای همین مسئله است که جامعه علارغم این که دقت بفرمایید تنها موند. ببینید حرکت‌های اجتماعی سه شاخصه داره برای اینکه به ثمر برسه: رهبر، ایده و مردم. در دو حرکت گذشته مردم اومدن، تمام قد هم اومدن، ادعا بود ولی نه رهبری وجود داشت و نه ایده. به همین دلیل هم هیچ نام و نشانی از کشته شدگان متاسفانه همچون سال 88 که ما فعال جنبش سبز از تو دلش داریم یا شهید جنبش سبز داریم، زندانی جنبش سبز داریم، در دیماه و آبان ماه این مسئله نبود. بالاخره مسائل اقتصادی اجتناب ناپذیره و
این اتفاقاتی که امروز در زندان داره میفته، اعدام‌هایی که میکنن، بازداشت فعالان سیاسی هم گواه این مسئله هست که حضرات به این جنبندی رسیدن که یک اتفاقی که انهو اتفاق خواهد افتاد. و من اعتقاد دارم صحبت‌های آقای آشنا در این جهت هستش که بخواد آقای روحانی رو فعلا تطهیر بکنه که نمیتونه. این تطهیر کردن میگید یک اعتباری برای آینده بگیره، چه آینده متصور هست برای آقای روحانی؟ ببینید، زمانی که حقوقای نجومی در هر صورت استداش در اومد، پشپندش یه مسئله مطرح شد و اون هم این بود که آقای روحانی هم همچون آقای لاریجانی یه خیزی برداشته برای رهبری. در هر صورت خیز برداشتن برای رهبری بدون هماهنگی خط قرمزه. آقای لاریجانی رو از یک طرف حذف میکنن، آقای روحانی رو هم به یک نوع. اون موقع با فیش‌های نجومی می‌خواستن بزنن که خب جامعه به یه نحوی اومد وسط و حمایت کرد. اون موقع این صحبت‌ها هنوز پیش نیامده بود، آقای روحانی هم به ریشه ما نخندیده بود. ولی من تصورم بر اینه که در هر صورت اونها یک نیم نگاهی به بحث رهبری دارن، چون آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر کشور به دفعات گفته که دولت باید تا آخر کار بره و باید دولتش رو تحویل بده. اینجوری نیستش که بخواید استیضاحش بکنید، برکنارش بکنید. لذا حجت تمامه که ما در تا سال 1400 دولت رو داریم. تنها چیزی که من تصورم امروز از صحبت‌های آقای آشنا این بود که این داره یک تطهیری میکنه برای اون بحث رهبری. فرمانده پلیس خراسان رضوی محمد کاظم تقوی که به نظر میاد تب شاعرانه هم داره، گفته مخالفان نظام به دنبال تابستانی داغ بودند، ما داریم اون رو به پاییزی سرد میکشونیم. این در واقع به چه معناست؟ او چه داره میگه؟ برای منی که در داخل کشور دارم زندگی میکنم و با همه عزیزان به نوعی ارتباط دارم، صحبت‌های ایشون برای من گواه این مسئله است که باز هم نمیخوان بپذیرند که نارضایتی‌های اقتصادی مردم رو به تا سرحد مرگ برده جلو. ببینید آقای سلطانپور، به خدا امروز در داخل کشور مشکلات اقتصادی به شدت زده بالا و جامعه مردم واقعا من فکر می‌کنم که نجیب هستن که تا امروز هم باز حرفی نزدن. کرونا که اومد مزید بر علت شد. ادعاهایی که مثلا ما به امریکا می‌خوایم کمک بکنیم هم به نوعی نمک بر زخم. صحبت‌های آقای فرمانده نیرو انتظامی به اعتقاد من یعنی نمیخواد بپذیره که واقعیت جامعه چیه. همونطوری که در سال 96 نپذیرفتند، همونطوری که در سال 98 نپذیرفتند و گفتن سلطنت طلب ها و سازمان مجاهدین، حالا اونا میگن منافقین و قس الهاز اونها بودند، این بار هم حالا میخوان از پیش بیان که بعد شاید با این عنوان که بگن اگر روزی هم به خاطر درد نان دوباره اعتراضی شد، بگن اینها از طرف معاندین نظام هستن و سرکوب رو بیشتر بکنن. امروز هم آقای روحانی در واقع اعتبار بالایی به صدا و سیما داد، اویی که بارها از این نهاد انتقاد کرده بود. الان خود آقای روحانی فکر میکنید که این در این مدت باقی مانده به چه شکل رفتار خواهد کرد با مردم؟ ببینید، آقای روحانی در انتخابات سال 96، من همیشه میگفتم اگر دو جلسه دیگه مناظره میذاشتن یا کمپین داشت، ایشون از رادیکال ترین سلطنت طلب ها هم عبور کرده بود. ببینید صحبتی که ایشون در مورد آقای رئیسی کرد که 38 سال حکم زندان و اعدام دادین، بحث حقوقی داره و یه زمانی راهنمای چپ زد، منتها از فردای انتخابات یادش رفت همه چیز و به سمت راست چرخید. هرچی رفتیم جلوتر چرخش ایشون به سمت قدرت بیشتر شد. من در این مسئله شخص آقای روحانی رو مقصر نمیدونم. ما در جامعهمون مشکل حزب داریم و چون حزب نداریم، در دور دوم انتخابات اون رئیس جمهور فرده و دیگه نیازی به رأی مردم نداره برای دور بعدش، لذا به راحتی چرخش میکنه به سمت قدرت. آقای روحانی هم به اعتقاد من با توجه به زمان باقی مونده، به نظرم در خرداد 1400 میتونیم ایشون رو در جرگه دلواپسان تعریف کنیم. مسعود مؤیدی، متشکرم از صحبت با ما. حال نگاهی بندازیم به صفحات اول چند روزنامه بین المللی. در آمریکا تا ساعت دیگر گردهمایی حزب دموکرات آغاز میشه، نشست 4 روزه که هدفش نشان دادن اتحاد بین دموکرات‌ها و البته بین جو بایدن و کامالا هریسه.
این کنوانسیون، این نشست کاملا مجازیه و سخنرانان از ایالات مختلف صحبت میکنن. ستارگان حزب دموکرات دعوت شدن. دیلی نیوز نیویورک با تیتر آماده سازی صحنه عکس سه نفر از این ستاره رو انداخته: هیلاری کلینتون که دور قبل انتخابات رو به دونالد ترامپ باخت، اندرو کومو فرماندار ایالت نیویورک و الکساندرا اوکازیو کورتز نماینده مجلس. مراسم حدود 8 ساعت دیگه آغاز میشه با سخنرانی میشل اوباما و بعدن برنی ساندرز. روز پنجشنبه جو بایدن رسما نامزدی حزبش برای انتخابات نوامبر رو خواهد پذیرفت. کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه هفته آینده برگزار میشه. بانکوک پایتخت تایلند صحنه یکی از بزرگترین تظاهرات مخالفان بوده. صفحه اول بانکوک پست عمدتاً به این اعتراض‌ها اختصاص داره با تیتر اصرار دانشجویان بر برآورده شدن خواسته‌هایشان. آنها سه خواسته عمده دارن: انحلال پارلمان، بازنویسی قانون اساسی و توقف اذیت و آزار منتقدان. نخست وزیر تایلند از نیروهای امنیتی خواسته خیشتنداری کنند و حقوق معترضان را پایمال نکنند. گروهی از دانشجویان حتی خواستار کاهش قدرت پادشاه شدند که در تایلند بسیار کم سابق است. تیتر بالای جروسالم پست اشاره به بحران اقتصادی اسرائیل داره. با افت حدود 30% تولید ناخالص ملی در سه ماهه دوم سال، اسرائیل وارد یک رکود عمیق شده، آماری بی سابقه در 40 سال. دلایل عنوان شده شروع کرونا، شیوع کرونا و سیاست های دولت در مبارزه با این ویروسه. زیر عکسی از یک خانواده فلسطینی ساکن بیت المقدس، روزنامه از قول مسئول مبارزه با ویروس کرونا در اسرائیل تیتر زده که بی‌توجهی ساکنان عرب به ویروس به مثابه یک حمله است. تعداد مبتلایان به کرونا در منطقه عمدتاً عرب نشین بیت المقدس شرقی بالاست و رانی گامزو مشخصاً به نماز روز عید قربان و مهمانی‌ها و عروسی‌های آن ایام اشاره کرده، گرچه هفته پیش هم شهرداری بیت المقدس از عملکرد بعضی گروه‌های یهودی در بی‌توجهی به بحران کرونا به شدت انتقاد کرده بود. نزدیک‌تر شدن اسرائیل و امارات متحده عربی همچنان در روزنامه‌های اسرائیل و کشورهای عرب برجست است. جروسالم پست به دکترین نخست وزیر پرداخته و در تیتر سمت راست از موفقیت این دکترین میگه که در خاورمیانه طرف قویه که صلح انجام میده. بنیامین نتانیاهو گفته آنچه تل آویو و ابوظبی رو به هم نزدیک کرده، صلح برای صلح و صلح از موضع قدرت. آقای نتانیاهو در یک پیام ویدیویی گفته صلح با امارات به این دلیل انجام نشد که اسرائیل از مرزهاش عقب نشست، بلکه به این دلیل بود که اسرائیل کشور از همه لحاظ قدرتمنده. او گفته در خاورمیانه کشور قوی دوام میاره و صلح با اون که قویه به دست میاد. اسکات لوکاس، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه بیرمنگام انگلستان، بیشتر از انگیزه های آقای نتانیاهو میگه. بسیار های اهمیته که بدونیم که این یک معامله آزمایشیه. همونطور که محمد بن زاید به روشنی بیان کرد، این یک نقشه راه برای ایجاد و برقراری روابطه و به عنوان مثال بستگی پیدا میکنه به دست کشیدن اسرائیل از تلاش برای الحاق کرانه باختری. اگر این اتفاق روی بده، تغییر بزرگی رخ داده. الان شاهد هستیم که دومین کشور در جهان عرب بعد از مصر با اسرائیل روابط خودش رو برقرار کرده و اینجا وقتیه که بقیه کشورها بایستی تصمیم بگیرن که چه واکنشی نشون بدن. آیا عربستان سعودی که با امارات روابط نزدیکی داره و متحد این کشوره، روابط خودش را با اسرائیل از سر میگیره؟ و آیا قطر که با امارات روابط خوبی نداره مخالفت میکنه؟ و خارج از جهان عرب، ترکیه که داعیه رهبری جهان اسلام رو داره، آیا چقدر از امارات برای ورود به این توافق انتقاد خواهد کرد؟ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علاقه ای نداره تا با فلسطین طوری معامله بکنه که در نهایت منجر به تشکیل دولت بشه و فراتر از اون، نتانیاهو به دنبال اونه تا در برخی حوزه‌ها با کشورهای عربی روابطی عملی برقرار بکنه. به عنوان مثال، اگر بشه با کشورهای ضد ایران اتحادی برقرار بکنه و به تهران فشار بیشتری بیاره، حتما اون کار رو خواهد کرد. یا اگر نتانیاهو منافع اقتصادی و فرصتهای سرمایه گذاری رو داشته باشه، حتما به دنبال اون میره. البته همه ما میدونیم که سالهاست که امارات و اسرائیل در سکوت و خفا مشغول ایجاد و بهبود روابط اقتصادی هستند و به دنبال
نوعی همگرایی در منافع سیاسی بودند. اعلام این نقشه راه به طور مشخص مهر تایید این موضوع بوده. اسکات لوکس بود، استاد سیاست بین‌الملل در دانشگاه بیرمنگام انگلستان. آتش سوزی ها و جنگل زدایی خسارات زیادی به ریه های زمین وارد آورده. عکسی که روزنامه برزیلی فولیا د ساو پاولو زده، جسد یک گوزن در یک منطقه سوخته در آمازونه، مشخصا در پانتانال، بزرگترین تالاب جهان. آتش سوزی های امسال 10% این تالاب رو نابود کرده. تیتر سمت راست عکس از وزیر محیط زیست برزیل نقل کرده که قوانین حمایت از جنگل‌ها باید اجرا بشه. در این مقاله تریزا کریستینا گفته توسعه اقتصادی نباید به نابودی طبیعت منجر بشه. بسیاری از فعالان در برزیل ژائر بولسونارو رئیس جمهوری راستگرا رو سرزنش می‌کنند که دست تجارت‌های بزرگ رو برای توسعه اقتصادی در این مناطق حساس جهان باز گذاشته. تیتر روزنامه ایتالیایی کوریا دلا سرا میگه دولت دیسکوها رو تعطیل کرد. در بعضی مناطق هم ماسک اجباری میشه. مسافران از اسپانیا، یونان و کرواسی هم در فرودگاه روم باید تست کرونا بدن. موج اول کرونا باعث شد تا ایتالیا اولین کشور اروپایی باشه که کاملا در لاکش فرو بره و البته یکی از سخت گیرانه ترین مقررات قرنطینه رو به اجرا بگذاره. اما موارد ابتلا بار دیگر بیشتر شده، به ویژه در میان جوانان. روزنامه دیلی سباه ترکیه با صحبت‌های جو بایدن درباره رجب طیب اردوغان آغاز کرده با این تیتر: بایدن زیر باد انتقاد به خاطر نظراتش درباره ترکیه. ویدیوی منتشر شده متعلق به 9 ماه پیش، وقتی آقای بایدن با سردبیران روزنامه نیویورک تایمز گفتگو کرده بود. آنجا آقای بایدن رئیس جمهوری ترکیه را یک مستبد خوانده بود و خواستار این شده بود که واشنگتن به مخالفان آقای اردوغان کمک کنه تا از قدرت کنار زده بشه. مقاله دیلی سباه نوشته آنکارا این صحبت‌ها را غیر قابل قبول و دخالت در امور داخلش می‌دونه. در گوشه چپ پایین صفحه از قول دولت ترکیه دیلی سباه نوشته از کشتی اکتشافیش در مقابل هر گونه تهدید محافظت خواهد کرد. اشاره به اختلافات آنکارا و آتن در دریای مدیتران است. منابع انرژی در بستر این آبها به دعواهای تازه بین این دو همسایه دامن زده. اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته عملیاتش در این آبها رو متوقف و با این اتحادیه مذاکره کنه. جزئیات بیشتر در گزارش لیلی نیکفر از استانبول. این اوروچ رئیس است. کشتی حفاری تحقیقاتی ترکیه در آبهای مدیترانه. نامش را از یک دریانورد عثمانی گرفته و مانند او از افتخارات ترکیه است. بین سالهای 2012 تا 2015 میلادی در ترکیه ساخته و برای اکتشاف ذخایر نفت و گاز تجهیز شده و مدتی است تحت حفاظت نیروی دریایی ترکیه در آب‌های مدیترانه کاوش می‌کند و البته سر و صدا به پا می‌کند. فعالیت اوروچ رئیس در ماه‌های گذشته در مدیترانه یکی از عوامل تنش‌های بین یونان و ترکیه، این دو کشور متحد ناتو و البته اتحادیه اروپا شده. آب‌هایی که یونان می‌گوید تحت توافق نامه‌اش با مصر اولویت حقوق دریانوردی و حفاری‌اش با آنهاست. کشور دوست یونان یعنی فرانسه نیز کاوش ترکیه را در آب‌های مورد مناقشه نامشروع شمرده و دل به دریا زده و در میدان کنار یونان مانور نظامی مشترک به پا کرده. اما ظاهراً مرغ رئیس جمهور ترکیه یک پا دارد. و kendilerine söyledik. Bak bizim Oruç reisimize sakın saldırma. بهشون گفتم برای اوروج رئیس مزاحمت ایجاد نکنید. اگر دست به اوروج رئیس ما بزنید تاوانش را خیلی سنگین پرداخت خواهید کرد. حالا اتحادیه اروپا بار دیگر از ترکیه خواسته که برای کاهش تنش‌ها و گشایش راه برای مذاکره از کاوش در مدیترانه دست بکشد. اما از آنها اصرار رو از ترکیه انکار. و امروز پاسخ ترکیه این بود. یاوز، کشتی دیگری که قرار است از فردا تا 25 شهریور ماه
در آب‌های مدیترانه جولان دهد. لیلی نیکفر، ایران اینترنشنال، استانبول. مارینا پرنتولس، کارشناس سیاست اروپا در دانشگاه ایست انگلیای انگلستان، بیشتر از انگیزه های دو طرف برامون گفت. آنکارا در تلاش در مناطق انحصاری اقتصادی یونان و قبرس نفوذ کنه، در حالی که شکل‌گیری این مناطق محصول گفتگوهای بین‌المللیه و اولین قدم هم از سوی ترکیه برای ایجاد خلل در مناطق انحصاری یونان و قبرس بستن قراردادی با لیبی بوده و در واکنش به اون یونان و مصر موافقت نامه‌ای رو امضا کردن و مرزبندی‌های دریایی بین خودشون ایجاد کردن. البته تنش در چنین شرایطی به وجود اومده و اوضاع پیچیده است، اما باید در یک تصویر کلی در نظر گرفت که رجب طیب اردوغان در ژئوپلیتیک منطقه به دنبال چی می‌گرده. این اولی محرک در منطقه نبوده. ما شاهد یک سری حرکات تحریک‌آمیزیم. به یاد داشته باشیم که اخیراً آیا صوفیه را که اصالتاً یک کلیسای ارتدوکس هستش دوباره به مسجد تبدیل کردند و این جامعه مسیحیان را تحریک کرده. اگر از ما اراده در دو کشور برای مذاکره وجود داشته باشه، باید اون رو سریعاً آغاز کنند تا به راه حلی بر سر این مسئله برسن. چرا که اگر هدف بهره بری اقتصادی از منابع نفت و گاز شرق مدیترانه باشه، هیچ کس در صورت نبود راه حل برای مشکل سودی نخواهد برد. و اگر بنا سرمایه‌گذاری صورت بگیره، تنها در صورت وجود صلح و امنیت در منطقه امکان پذیره. برای همین اتحادیه اروپا هم به این مسئله واکنش نشون داده. البته به نظرم این واکنش بسیار دیره و موضع اتحادیه اروپا نسبت به ترکیه نه تنها در مورد این شرایط که در مورد بقیه مسائل شفاف نبوده. با این حال واکنش علیه ترکیه از سوی اروپا رو شاهد بودیم و اینکه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت از تحریم علیه ترکیه کرده. مارینا پرنتولس بود، کارشناس سیاست اروپا در دانشگاه ایست انگلیای انگلستان. الان خبرها حاکی از این هست که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با همتای ترکیهش مولود چاوشاغلو در همین باره تلفنی صحبت کردند که به گزارش رویترز آقای پومپئو خواسته که ترکیه هم سعی کنه سر تنش رو پایین بیاره. آقای چاوشاغلو گفته که به آقای پومپئو توضیح داده که ترکیه حق داره که در اون منطقه باشه و فعالیت‌های اکتشافی انجام بده. حالا نگاهی به چند خبر کوتاه در دیگر مناطق جهان. تظاهرات در بصره و سنگپرانی به خانه فرماندار. معترضان خواهان برکناری فرماندارند. جرقه اعتراض‌ها وقتی زده شد که افراد مسلح یک چهره معروف شهر را که علیه فساد اداری در عراق مبارزه می‌کرد کشتند. معترضان معتقدند شبه نظامیان نزدیک به ایران دارند فعالان شهر را هدف می‌گیرند. مراسم تشییع جنازه سه مأمور آتش نشان که در دو هفته پیش انفجار بیروت کشته شدند، آنها حین اطفای آتش جانشون را از دست دادند. هنوز تحقیقات تکمیل نشده، اما جرقه اون منفجر شدن حدود 3000 تن آمونیوم نیترات که در بندر بیروت انبار شده بود گفته شده و حدود 200 نفر جان باختند. وزیر اسرائیل میگه در تلاش تا راه برای پرواز مستقیم از کشورش به دبی و ابوظبی باز بشه. بخشی از توافق اسرائیل و امارات متحده عربی برای عادی سازی روابط. بنیامین نتانیاهو در بازدید از فرودگاه بین‌المللی بن گوریون در تل آویو ابراز امیدواری کرد که این پروازها از طریق آسمان عربستان سعودی انجام بشه.
حمله مرگبار افراد مسلح به هتلی در موگادیشو با دخالت نیروهای امنیتی سومالی پایان گرفت. مهاجمان یک خودروی بمب‌گذاری شده را مقابل هتل الیت منفجر کردند. به داخل ساختمان هجوم بردند و مردم را گروگان گرفتند. نهایتاً 16 نفر کشته شدند، از جمله هر 5 مهاجم. مخالفت با تدابیر ایمنی و بهداشتی صدها نفر را در مادرید به خیابان کشاند در اعتراض به عملکرد دولت اسپانیا در بحران کرونا. اونها با پوشیدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی مخالفند و شعار آزادی سر دادند. این در حالی است که در دو هفته گذشته حدود 50,000 مورد تازه ابتلا در اسپانیا شناسایی شده. و این تصاویر، رئیس جمهور پرتغال هم اونجاست وقتی در عملیات نجات دو دختر نوجوان در آبهای سواحل جنوبی کشورش شرکت کرد. مارسلو ربلو د سوزا هم شناگر ماهریه و همین روزها برای حمایت از صنعت گردشگری پرتغال در مناطق توریستی زیاد دیده میشه، هم تعطیلات هم کار. انفجار دو هفته پیش بیروت به تأخیرش انداخت. حالا فردا باید دید به حکم دادگاه بین‌المللی لاهه آمران و عاملان قتل رفیق حریری چه کسانی بودند. پرونده‌ای که به 15 سال پیش برمی‌گرده. واقعی که در تاریخ لبنان به یک نقطه عطف تبدیل شد. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس نگاهی کرده به تاریخچه اون. 15 سال پیش از این انفجار مهیب در بندر بیروت، انفجار دیگری آرایش سیاسی و آینده لبنان را برای همیشه تغییر داد. انفجاری که رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان و 21 نفر از همراهانش در آن جان باختند. در آن زمان بسیاری از مردم لبنان سوریه را عامل ترور رفیق حریری و همراهانش می دانستند. اعتراضات سراسری و سلسله رخدادهای به دنبال آن موجب شد تا در نهایت سوریه پس از سالها نیروهایش را از لبنان بیرون بکشد. ترور حریری از همان زمان به دلیل روابط او با رهبران جهان از جمله ژاک شیراک رئیس جمهوری وقت فرانسه ابعادی بین‌المللی پیدا کرد. با تصمیم شورای امنیت و بر اساس توافقنامه‌ای میان دولت لبنان و سازمان ملل، دادگاه ویژه لبنان برای رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری و شناسایی آمران آن 11 سال پیش در نزدیکی لاهه در هلند آغاز به کار کرد. متهمان اصلی این پرونده غیابی محاکمه شدند. سلیم جمیل عیاش برای برنامه ریزی و هماهنگی این قتل به همراه حسن مرهی، حسین اونیسی و اسد صبرا 4 متهم اصلی این پروندند. متهمانی که هیچگاه دستگیر نشدند و مخفیگاهشان مشخص نشده. گفته می شود شواهد و مستندات غیرقابل انکار دادگاه دخالت این اعضای حزب الله را در این ترور تایید می کند. اما حزب الله اتهامات را قبول ندارد. حتی سید حسن نصرالله پیش از اعلام رأی دادگاه گفته آن را به رسمیت نخواهد شناخت. بالنسبه لقرار المحكمه الدوليه ايا ما كان نحن نعتبر انفسنا غير تصمیم دادگاه ویژه لبنان هر چه که باشد نگرانی از آن نداریم. اگر برادران ما همان گونه که انتظار داریم به ناحق محکوم شوند، ما آنها را بیگناه می‌دانیم. برای ما این گونه خواهد بود که انگار تصمیمی صادر نشده، چرا که این تصمیم سالها پیش اتخاذ شده. این دادگاه موافق و مخالف کم ندارد. مخالفانش آن را سیاسی و با اهداف از پیش تعیین شده می دانند. اما برای موافقانش از جمله خانواده قربانیان، این دادگاه تنها راه رسیدن به عدالت در کشوری است که سیستم قضاییش سیاست زده است و ضعیف. 15 سال پس از ترور رفیق حریری، رأی دادگاه در شرایطی اعلام می شود که لبنان درگیر بحران اقتصادی سیاسی بی سابقه است و مردمش از ماه‌ها پیش در اعتراض به فساد دولت مردانشان در خیابانند. انفجارهای بیروت هم خشم و نارضایتی عمومی را لبریز کرد.
رأی نهایی دادگاه ویژه لبنان هرچند پایان کار عدالت برای مسببان ترور حریری نیست، اما احساسات ضد حزب الله را در لبنان افزایش خواهد داد. نیلوفر پور ابراهیم، ایران اینترنشنال. در شهر گوتنبرگ سوئد می توان طرح‌های کاشی‌کاری دید که گروهی از هنرمندان از جمله مسعود یوسفی نمادهایی از مبارزات مردم ایران را در میان این طرح‌ها به نمایش گذاشتند. مهران عباسیان گزارش میده. این کار گروه کوچکی از هنرمندان است. تیم سه نفره هنرمندان اجرای طرح‌های زیبایی را بر عهده گرفته که از تکه‌های کوچک کاشی بر دیوارهای شهر گوتنبرگ ساخته شده. بخش دیگری از کار رفتن به مدارس است و آموزش به دانش آموزان. مسعود یوسفی از اعضای این گروه است که در کنار کار و آموزش به کودکان طرح‌های خودش را هم ساخته و نصب کرده است. در میان آنها اما دو طرح نمادین از مبارزات مردم ایران وجود دارد، نه به اعدام و دختران خیابان انقلاب. طرح‌هایی است که این هنرمند بر پیکر شهر گوتنبرگ نصب کرده. شهری با جمعیتی حدود 600 هزار نفر و از مقاصد جهانگردی. مسعود 5 سال پیش به سوئد آمده، اما ظاهراً هیچ وقت با وطنش خداحافظی نکرده. با صحنه‌های اعدام زیادی مواجه شدم زمانی که من بچه بودم و این هی تو ذهن من مونده بود که چرا باید یه آدم به این راحتی اعدام بشه. این دغدغه همیشه با من بود و زمانی که به سوئد آمدم این مجموعه ابزاری که دست من اومد، مثل این کار با موزاییک و کاشی‌های کوچولو، باعث شد که من به این فکر بیفتم بخوام به نوعی اعتراض خودم رو در رابطه با این موضوع ابراز بکنم و مخالفت خودم رو به این عمل شنیع غیر انسانی عنوان بکنم و این بهترین موقعیتی بود که من میتونستم از این ابزار استفاده بکنم و این کار رو درست کردم و مطمئنم سالیان سال این کار میمونه اینجا. اولین دختری که توی ایران به نشانه اعتراض روسری و چادر خودشونو بلند می‌کردن که این حجاب اجباری رو نمی‌خوان و این چیزی نیست که اینها بخوان، منم خواستم با این دختران و این زنان که میتونست مادر من یا خواهر من باشه به اینا ملحق بشم و صدای اعتراض اینها بشم. در ایران که بود مسعود 3 دهه تجربه بازیگری اندوخت. تئاترها، سریالها و فیلمهای بلند متعددی در کارنامه فعالیتش وجود دارد. کسایی که مهاجرت میکنن نصفی از وجود خودشون رو جا میذارن توی موطن خودشون و مهاجرت سخته. بالاخره زمانی که تو مهاجرت میکنی بسته به وضعیت فعالیتی که توی وطن خودت داشتی دوست داری این فعالیت رو ادامه بدی. برای منی که مهاجرت کردم اینجا یه خورده سخت بود توی این اوایل که میخوام فعالیت‌های سینما و تئاتر خودمو که توی ایران داشتم اینا رو دنبال بکنم. به لحاظ زبان، فرهنگ و آشنایی و محیطی که هستم. این کار به من کمک کرد که یه خورده بیشتر وارد جامعه بشم. هنرمندان ایرانی زیادی برای فرار از محدودیت‌ها و سانسور و همچنین فشارهای اقتصادی به امید آینده روشن و بستری مناسب برای فعالیت جلای وطن کرده و مهاجرت می‌کنند. گرچه تعداد کمی از آنها به سرمنزل مقصود می‌رسند، اما مسعود تلاش می‌کند تا دوباره بتواند فعالیت‌های هنری را در زمینه حرفه‌ای خودش را از سر بگیرد و با خواست و اراده خود مسیر زندگی‌اش را معین کند. بخش عمده ای از این جامعه مهاجر ایرانی صدای وطن خود در خارج شده. مهران عباسیان، ایران اینترنشنال، گوتنبرگ. تصویری که میبینید زنده است از شهر آشکاش در ایالت ویسکانسین آمریکا و طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دارند صف می‌بندند که اونجا آقای ترامپ رو ملاقات کنند. همونطور که گفتیم امروز امشب تا چند ساعت دیگر در واقع کنوانسیون یا گردهمایی حزب دموکرات آغاز میشه. گفته شده آقای ترامپ میخواد از این فرصت استفاده کنه و توجه بعضی از رسانه‌ها رو به گردهمایی هواداران خودش هم جلب کنه و به همین دلیل امروز به اینجا رفته، آشکاش ویسکانسین، بعدش هم به مانکاتو در مینسوتا میره و اینطور که به نظر میاد بعضی از هواداران ماسک زدن، بعضی نزدن، ولی فاصله اجتماعی چندان رعایت نمیشه. یکی از انتقادهایی بوده که به کارزار انتخاباتی آقای ترامپ هم بوده که چندان رعایت نمیشه مسائل اجتماعی. دموکرات‌ها از اون طرف تصمیم گرفتن که همه چی مجازی انجام بشه.
برای تماس با ما هم امروز از iranintel.com رو به یاد داشته باشید و در توییتر و اینستاگرام هشتگ امروز. این بود دوشنبه در امروز. متشکریم که با ما بودید.